ترور میرزاده عشقی، خالق اولین اپرای ایرانی. در سر پیری برهنه پا بود مولیر، گاو بدزدید در شباب شکسپیر. زنده در آتش برونو را بفکندند، مرده وی را کنند این همه تکبیر. بن جبرول اون همه ز خلق ستم دید، شد روسو در عهد خیش اون همه تحقیر. از پی تجلیل نامشون نک میلیون میلیون اسراف می کنندی و تبذیر. من نیز اونگه که می بمیرم و ماند شهرت من همچو خسروان جهانگیر، اونگه بینند صد کنایه زهر حرف، سنجند از هر سخن هزاران تعبیر. آنچه قرائت کردم بخشی از اشعار میرزاده عشقی است در مورد خودش، با اشاره به نمایش نام نویس فرانسوی ژان باتیست بوکلن مولیر، نویسنده انگلیسی ویلیام شکسپیر، حکیم اسپانیایی بن جبرول، فیلسوف ایتالیایی جوردانو برونو که در آتش سوخت و ژان ژاک روسو فیلسوف عصر روشنگری که در زمان خود قدر ندیدم. خانم ها و آقایان محترم، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. در این بحث بعد از اشاره به ترور میرزاده عشقی، خالق اولین اپرای ایرانی، اسامی شاعران و نویسندگانی را که در دوران سلطنت زندانی شدن قرائت می کنم، با این یادآوری مهم که استبداد زیر پرده دین و اونچه در این سالهای سیاه گذشت اصلا و ابدا با گذشته قابل مقایسه نیست. شاه و پدرش قدم‌های بزرگی به نفع ایران برداشتند. شاه و پدرش قدم‌های بزرگی به نفع ایران برداشتند. آری، اما راست‌های دیگر را هم باید گفت. نیت من ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی است، نه موضع‌گیری له یا علیه جریان و فردی. دوستان دانشور و فرهنگ‌ورز، 12 تیر ماه 1303، خالق اولین اپرای ایرانی میرزاده عشقی که نام اصلیش سید محمد رضا کردستانی بود ترور شد. در واکنش به این واقعه دردناک، ملک و شعرا بهار به شدت برآشفت و دولت وقت را زیر سوال برد. خیلی ها برآشفتند، چرا که شاعر، نویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی دوره مشروطیت به دستور رئیس اداری تأمینات نظمیه شهربانی وقت کشته شده بود. اپرای رستاخیز شهریاران ایران، مشاهده میرزاده عشقی از ویرانه‌های طاق کسرا در مدائن هنگام عبور از بغداد و موصل است.
نوروزی نامه هم از آثار خوب اوست. میرزاده عشقی نمایشنامه کفن سیاه را نیز در باب روزگار زنان و حجاب آنان نوشت. حدود 2 ماه قبل از ترورش، انجمن نسوان وطنخواه با کمک او نمایشنامه‌ای با مضمون دفاع از آزادی و رهایی زنان در پارک اتابک اجرا کرد. میرزاده عشقی با شماری از روشنفکران، هنرمندان و ادبای زمان خود از جمله حسین بهزاد، نیما یوشیج و ملک الشعرا بهار روابط نزدیک و صمیمانه‌ای داشت. بعد از ترور او، صاحبان جراید در مجلس به عنوان نداشتن امنیت بحث نشستند. استدلالشون این بود که متهمین ابوالقاسم بهمن، حبیب همدانی از عوامل اداری تأمینات شهربانی بودند. بماند که قاتلین میرزاده عشقی بعداً با رأی دیوان عالی تمیز تبرئه شدند. گرچه قدرت سیاسی برای حفظ خودش در یادمان‌ها دست می‌برد تا به واسطه آن حافظه جمعی را کنترل کند، گرچه دیوان عالی تمیز قاتلین میرزاده عشقی را تبرئه کرد، اما او را با رهنمود رئیس نظمیه وقت سرتیپ محمد درگاهی به گلوله بستند. البته در این واقعه رضا شاه نقش مستقیمی نداشت. آقای پرویز ثابتی هم شخصاً در شکنجه زندانیان سیاسی دخیل نبود. آیت الله خمینی نیز در اسیرکشی سال 67 خودش زندانیان را به دار نمی کشید. عاملیت با آمریت متفاوت است. آمریت پیدا و ناپیدای آنان بر دستگاه سرکوب تردید بر نمی دارد. آیا میرزاده عشقی گل بیخار بود؟ خیر، نه او و نه هیچ کس دیگر برتر از سوال نیست. خدا هم برتر از سوال نیست. عشقی آنجان شیفته که به معنی مثبت کلمه آنارشیست بود و آرمانخواه، روزنامه نگاری بی‌پروا بود، اما با مخالفت مطلق با همه کس و همه چیز از ارزش خود می‌کاست. متاسفانه به گزاره‌های نادرست تاریخی هم رو آورده است. 3 تابلوی مریم او خالی از اغراق و شعارهای توخالی نیست. وی در مقالاتی که سال 1301 خورشیدی در روزنامه شفق سرخ انتشار داد، عید خون را بر سر زبان‌ها انداخت. از عید خون می نوشت و پیشنهاد کرد باید سالی 5 روز به حساب امنای قانون رسیدگی شود تا هر یک از مقامات که به ملت خیانت کرده به اعمالش رسیدگی شود. بماند که تعابیر خوبی به کار نمی برد. در یکی از اشعارش می گوید مردشو این مرد دوست مردم ببرد، گشته فقط حب مرده درشون تخمیر. او می گفت باید سالی 5 روز به حساب امنای قانون رسیدگی شود و در جا هر یک از مقامات را که به ملت خیانت کرده به اعمالش رسیدگی کرد. حالا خیانت چیست و خائن کیست بماند و اینکه چه کسی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد و اصلا مگر می شود طی 5 روز به این موضوع مهم رسیدگی عادلانه شود. میرزاده عشقی بر این نظر بود که زنها اغلب به عوض مهریه
از شوهرشون ریختن خون پلید خائنی را بخواهند. وزیر عدلیه ها بر فراز دار روند، رئیس نظمیه ها سوی آن دیار روند، کفیل مالیه ها زنده در مزار روند، وزیر خارجه ها از جهان کنار روند، تا نماند از ایشان نشان بروی زمین. گویی او با همه چیز دعوا داشت. به این موضوع در کتاب از سبا تانیما جلد دوم هم اشاره شده است. بشر یک لکه ننگیست اندر صفحه گیتی، سزد پاک زمین زین دنبوریده جانور گردی. میرزاده عشقی در مقطعی از طرفداران سید ضیا بود. سید ضیا طباطبایی یزدی، نخست وزیر ایران در زمان احمدشاه قاجار، که در کودتای 1299 خورشیدی همراه با رضا شاه شرکت داشت و رئیس الوزرای ایران شد و تا 4 خرداد 1300 در این مقام بود. او در مقطعی از طرفداران سید ضیا بود و در مدحش شعر می گفت، مدحی می کرد: ندانم این طبیب اجتماعی را چه درمان شد، که از او 100 زخم مهلک این قوم مرهم شد. سید ضیا را می گوید: من از محلال ایران را به چشم خیش می دیدم، کنون در مغز استقلال این کشور مجسم شد. چنان تاریخ ایران شد ز تاریخ تو تاریخی، که این تاریخ تاریخی ترین تاریخ عالم شد. ببین عشقی که هر کابینه را نفرین نمود، اینک چسان در مدح این کابینه قدرت مصمم شد. میرزاده عشقی با ادامه حکومت قاجار مخالف نبود و تداوم سلطنت را بیشتر میپسندید. به گفته ملک و شعرا بهار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، عشقی به محمد حسن میرزا، برادر احمد شاه هم که قرار بود ولیعهد او باشد، وعده وفاداری داد. با تشکیل جمهوری در ایران مخالفت میکرد. یک دلیلش این بود که رضا شاه زمانی در پی جمهوری بود که مرتجعین مانع شدند. بله، او گل بیخار نبود، اما پادوهای استعمار و ارتجاع برای پوشاندن قتل وی، سرپوش گذاشتن بر اون ترور، در یادمانها دست میبرند. ربط دادن قتل شاعر به این یا اون زن و رقبای عشقی وی توهین به شعور مردم ستم دیده ایران است. واقعی نیست. همونطور که نسبت دادن مرگ فرخی یزدی در زندان به پزشک احمدی و داستان دروغ دوختن لبهای وی و آمپول هوا. من به این موضوع در مقاله محاکمه عملی استبداد بعد از شهریور 1320 که در سایت خودم موجود است اشاره کردم. احمد کسروی که به عنوان وکیل تسخیری دفاع از متهمون را در دادگاه به عهده داشت، در مدافعاتش گفت: بنده تعجب می کنم که فرخی به حکایت پرونده چند مرض مهلک داشته و چون مرده، طبیب قانونی مرگ او را عادی دانسته و جواز دفن صادر کرده. با این حال اصرار می کنند که او را کشته شده با دست پزشک احمدی وانمایند و به تکلفات باور نکردنی می پردازن. دادخواهی و کینه‌توزی با هم نسبتی ندارن. در مقاله مربوط به این بحث، صورت رأی دیوان عالی تمیز درباره قتل میرزاده عشقی را گذاشتم. Thank you.
که دارم این متن را قرائت میکنم روز قلم است. پیام قلم پیام آزادی است. روز قلم در ایران باستان روز 13 تیر جشن تیرگان بوده است، از اون جهت که در این روز هوشنگ پادشاه پیشدادی نویسندگان را گرد آورد و گرامی داشت. با یادآوری مجدد این موضوع که استبداد زیر پرده دین و اون چه در این سالهای سیاه گذشت اصلا و ابدا با گذشته قابل مقایسه نیست، برای مبارزه با فراموشی که یک وظیفه تاریخی است، اسامی اهل قلم را که در دوران سلطنت زندانی شدند تا اونجا که من اطلاع دارم قرائت میکنم، با این توضیح که هویت شماری از کسانی که نامشون را میبرم فعالیت سیاسی بود و به صرف اینکه شعر یا قصه نوشته یا ترجمه کردند، شاعر یا نویسنده به معنی دقیق کلمه نبودند. برای نمونه کتاب سرمایه کارل مارکس را ایرج اسکندری ترجمه کرد که فعالیت سیاسی نه نویسندگی هویت وی بود. همچنین از عبدالصمد کامبخش که جنبش کارگری و کمونیستی ایران را نوشته است. مثال دیگر پرتوی از قرآن و حاشیه بر تنبیه الامه و تنزیه المله را آیت الله طالقانی نوشتند، اما هویت ایشان نویسندگی و مترجمی نبود. در دوران سلطنت پهلوی، زمان رضا شاه و محمد رضا شاه، زندانیانی بودند که قلم توتم آنان بود. بعضی چندین کتاب تألیف یا ترجمه نموده و برخی یکی دو مقاله نوشته بودند. بیشترشون سالهای طولانی و شماری مدت کوتاه زندانی کشیدند، اما جز تک و توکی که قدر قلم را نشناختند و به پای دشمنان آزادی ریختند، عاشق زندگی و شیدای زیبایی بودند. من اسامی را به ترتیب الفبا، البته با توجه به نام کوچک نویسندگان، قرائت می کنم. ابراهیم رهبر، ابراهیم یونسی، ابوذر ورداسپی، احسان طبری، احمد خلیل الله مقدم، احمد شاملو، احمد کسروی، احمد محمود، اصغر رأسگار، اصلان اصلانیان، امان الله قریشی، امیر گلارا، انور خامه‌ای، ایرج اسکندری، باقر مؤمنی، بزرگ علوی، بیژن هیرمنپور، پرویز بابایی، پرویز زاهدی، پرویز شهریاری، تقی ایرانی، جعفر کوشاوادی، جلال آل احمد، جلیل دوستخواه، جهانگیر افکاری، حشمت الله کامرانی، محمد علی محمید، خسرو گل سرخی، رحمان حاطفی، رسول نفیسی، رضا براهنی، رضا علامه‌زاده، رضا مقصدی، سروش حبیبی، سعید سلطانپور، سعید قهرمانی، سعید یوسف، سیاوش کسرایی، شاهرخ مسکوب، صادق حاطفی، عبدالحسین نوشین، عبدالرحیم احمدی، عبدالصمد کامبخش، عدنان قریفی، عزیز یوسفی، عطاالله نوریان، علی اشرف درویشیان، علی دشتی، علی شریعتی، علی صادقی کاک ابراهیم، علی طلوع، علی محمد افغانی، علی اکبر ده خدا، عماد رضوی، غلام حسین ساعدی، غلام حسین فروتن، فخرالدین میر رمضانی، فرج الله میزانی، فرج سرکوهی، فرخی یزدی، فرهنگ فرهی، فریده لاشایی، فریدون تنکابونی، فریدون شایان، فیروز شیروانلو، فیروز گوران،
کریم کشاورز، گلوست زخریانس، مجید امین معید، محسن یلفانی، محمد برنا مقدم، محمد رضا زمانی، محمد زهری، محمد علی سپانلو، محمد قاضی، محمد مهدی جعفری، محمد تقی بهار ملک الشعرا، محمد صادق فرزامنیا، محمد علی خنجی، محمد علی عمویی، محمود اعتمادزاده بهازین، محمود دولت آبادی، مرتضی راوندی، مرتضی کیوان، منصور خاکسار، منصور یاقوتی، منوچهر هزارخانی، سید محمود طالقانی، مهدی اخوان سالس، مهدی بازرگان، نادر ابراهیمی، ناصر رحمانی نژاد، ناصر زرفشان، ناصر مؤذن، نجف دریابندری، نسیم خاکسار، نصرالله کسرایان، نظام رکنی، نعمت میرزازاده میم آزرم، هادی جفرودی، هاشم بنی طرفی، هوشنگ اسدی، هوشنگ قربان نژاد، هوشنگ گلشیری، ویدا حاجبی تبریزی، یدالله صحابی و دیگر نویسندگان و شاعران که من نمیدانم. اضافه کنم که رژیم مستبد حاکم بر ایران نیز دشنه را به مصاف قلم فرستاد. سعید سلطانپور، عطاالله نوریان، الیسخر امیرانی، حسین نواب صفوی، حسین اقدامی صدرایی و خیلی های دیگر که من نمیدانم را با شقاوت تمام تیرباران کردند. از شما سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید.